دو دهه عکاسی در جمهوریت. خبرنگار و عکاس برجسته آلمانی یک فصل مهم از زندگی حرفه‌ای خود را با انتشار کتابی تصویری درباره افغانستان آغاز کرده است. مارتین گرنر از سال 2001 تا 2021 به افغانستان سفر کرده و زندگی روزمره مردم و رخدادهای مهم این کشور را به تصویر کشیده است. از دولت موقت گرفته تا اولین انتخابات پارلمانی این کشور، از رقص و آواز هنرمندان تا دوره آخرین رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی. تصاویر و گزارشات او تحت عنوان فایندینگ افغانستان یا یافتن افغانستان از 20 سال جمهوریت حکایت می کند، با همه نارسایی ها و کمبودی هایش. نقش من در این روزها شاید کمتر مهم است. بیشتر افغان ها هستند که میتونن خودشان در زبان آلمانی هم صحبت میکنن راجع به سختی که دارن، آرزو که دارن. از خاطر این عکس ها را هم امکان میتن که ما با هم دیگر صحبت میکنیم، نه؟ و این کتاب نمیتونه وضعیت افغانستان حل کنه، اما فکر میکنم این باورها این اپتیمیزم که این عکس ها را نشان میتن، در امید هستم که در سر ما، در قلب ما میمونه تا که میتونیم یک آینده بهتر برای افغانستان بسازیم. این کتاب عکس نه تنها شاهد تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در افغانستان است، بلکه نگاه عمیق به زندگی روزمره مردم، داستانهایی از امید و استقامت را نیز به تصویر می کشد. گرنر با استفاده از لنز دوربین خود توانسته لحظاتی از زندگی را در افغانستان در ذهن حکاکی کند و با وجود خطراتی خاطراتی خاص ثبت کند. معلوم است که امید که بود خصوصا برای جوانان فرق میکرد. برای خانوم ها که الان میبینن که امکانات برای تحصیل کردن در مکتبا، در دانشگاه ها تا حال نیست. هرچی زودتر آرزو دارم که هنرمند ها میتونن برمیگردن افغانستان، اونجا کار ژورنالیستی، کار عکاسی، کار هر قسمت فعالیت های کنند. در امید هستم که آنها که در ساعت پولیتیک سیاسی میشینند، راه حل ها غیر از خشونت پیدا میکنند تا که این امکان بیاید. این کتاب علاوه بر اینکه شامل تصاویر زیبا و تاثیرگذار است، شاهد سفری فراتر از چشم‌اندازهای رسمی و اخبار روزمره است. گرنر با این اثر توانسته است حکایت جذابی از زندگی و تاریخ افغانستان را ارائه دهد و باز کننده پنجره جدید به جهان پیچیده و زیبای این سرزمین برای مردمانی باشد که افغانستان را فراموش کرده‌اند. ادریس جویا، بن.